President, please allow me to ask my question in English. Earlier you have said that there are interactions between your government and the United States. And you have also said that for fighting terrorism, cooperation is needed. Now, can you please very clearly and short tell me, if asked, will Iran cooperate with the United States in fighting Daesh or ISIS in Iraq? جناب آقای رئیس جمهور، من با عزتون سوالم رو به زبان انگلیسی میپرسم. جناب عالی اشاره کردید که دولت شما به تعاملات و همکاری با دنیا اهمیت میدهد و همچنین گفتید که در مبارزه با تروریسم همکاری بسیار مهم هستش. برابر این میخوام از جناب عالی بپرسم که به طور مشخص و کوتاه به من بگویید که اگر از ایران خواسته بشه، آیا ایران با آمریکا در مبارزه با داعش همکاری خواهد کرد یا نه؟ ببینید، اونی که ما گفتیم همه کشورها باید دست به دست هم بدن علیه تروریسم. در موضوع عراق امروز کسی که در صحنه مبارزه با تروریست ها هست دولت عراق هست و مردم عراق هستن. هنوز که کس دیگری وارد عمل نشده. حالا آمریکا هم که شما میگید، ما هنوز چیزی ندیدیم که تصمیمی گرفته، کاری انجام داده. به هر حال هر وقتی که آمریکایی‌ها علیه گروه‌های تروریستی در عراق وارد عمل شدن و ما دیدیم، خب اون وقت میشه فکر کرد براش. حالا هنوز زوده، چون حالا ما اثری ندیدیم هنوز که راجع به آمریکا کاری انجام داده باشه. و این نکته را هم من میخوام تأکید کنم، چون شما اسم آمریکا رو بردید، واقعیت اینه که این گروه تروریستی از کجا آمد؟ از سوریه آمد، به هر حال وارد داخل عراق شد. در سوریه اینا از کجا آمدن؟ این همون حرفی است که این دولت در طول یک سال مداوم داره میگه که این تروریست ها رو تقویت نکنید، اگر تقویت کردید اینها بلای جان منطقه و خود شما خواهند شد. ما اشکال و سوال ما اینه که چرا کشورهای بزرگ، چرا کشورهای غربی، چرا آمریکایی‌ها که از یک سال پیش ما به اونها گفتیم اینا خطرناکن، برای کل منطقه خطرناکن، متاسفانه به گونه ای عمل کردن که به نفع تروریست ها شد. همکارانشون یا خودشون سلاح فرستادن. یکی از مقامات آمریکایی که حالا نمیدونم تا چه حد مقام مسئولیه، گفته بود ما برای تروریست های سوریه، بعد از انتخابات سوریه گفته بود برای تروریست های سوریه ما سلاح های مرگبار خواهیم فرستاد. خب اگر یه همچون تفوهاتی واقعا تو آمریکا باشه، همچون حرفایی تو آمریکا باشه، جای بسیار تأسف هست. ما همه باید در مقام عمل، قول و عمل کاملا تلاش بکنیم با تروریسم مقابله بکنیم. تروریسم به نفع کسی نخواهد. من سوالی دارم در حوزه مسائل عراق. حضرت علی در اظهارات روز پنجشنبه فرمودید که جمهوری اسلامی ایران خشونت رو تحمل نمی‌کنه و آمادگی لازم رو داره با خشونت و تروریسم در منطقه با جدیت مقابله بکنه. مطابق اون در خبرها آمد که جلسه شورای عالی امنیت ملی به ریاست استالی تشکیل شده. من می‌خواستم بپرسم مشخصاً جمهوری اسلامی ایران چه برنامه‌ای برای برخورد با گروه داعش و مسائلی که در شمال عراق هست داره، و اینکه آیا اگر برنامه مشترکی باشه با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد یا خیر. متشکرم. موضوع تروریسم در منطقه موضوع بسیار مهمی هست. خب میدونید این مسئله سالهاست شروع شده و آغاز شده. ابتداش هم در کشورهای همسایه شرقی ما اول شروع شد، در افغانستان، در پاکستان، و بعد این مثل یک بیماری مصری سرایت کرد به بخش‌های دیگر. در ماه‌های اخیر موضوع تروریسم خیلی حاد بود در سوریه. همه گروه‌ها با نام‌های مختلف در اونجا بودن و می‌جنگیدن، البته هنوز هم هستن. و در عراق هم گروه های تروریستی هستند که خب از قبل تو عراق فعال بودن، تو استان انبار فعال بودن تو ماه های قبل، منتها ظاهرا نتیجه انتخابات اینا را عصبانی کرده. و این نکته بسیار مهمه.
این که تروریسم دموکراسی رو تحمل نمی‌کنه مسئله اصلی است. یعنی ببینید اداره کشور یا با صندوق رأی میشه یا با جعبه مهمات. دموکراسی میگه صندوق رأی، تروریسم میگه جعبه مهمات. این دعوای اصلی بین این دو جعبه است. و عراقی که تازه انتخاباتش پایان پذیرفته، انتخابات فراگیر، انتخابات بسیار خوب، خوشبختانه امروز یه انتخابات دیگر هم در همسایگیمون داریم در افغانستان که در حال انجام هست، انشاءالله امیدواریم اون انتخابات هم به خوبی انجام بگیره و هر که منتخب مردم است بتونه حکومت آینده افغانستان رو بر دوش بکشه. خب بعد از اینکه انتخابات خوب برگزار شده، بعد ما بیاییم شکست در انتخابات رو بخواییم با تروریسم جبران کنیم. این رو برای این من میگم، شما اگر میبینید یک شهری مثل موسل سقوط میکنه، این به معنای حرکت موفق یک گروهک تروریستی نیست، چیزهای دیگری پشت پرده است، مسائل دیگری هست، هماهنگی‌های دیگری انجام گرفته. یعنی شکست خوردگان امروز متوسل شدند به سلاح و گلوله برای جبران شکست. این اشتباه بزرگ هست. هر کس در عراق مرتکب این اشتباه شده، این ارتکاب خطرناکی هست، خطای بسیار بزرگی هست. نمیشه شکست در انتخابات رو با کشتار مردم جبران کرد یا انتقام گرفت. هم انتقامش غلطه، هم جبرانش امکان پذیر نیست. ما اصولاً از حرکت تروریسم در منطقه نگرانیم، هر کجا که باشه. کشورهای مختلف گرفتار مسئله تروریسم هستن. من در سازمان ملل متحد به همین دلیل افراطی‌گری و خشونت رو به عنوان یکی از مسائل اصلی مطرح کردم که دنیا باید دست به دست هم بده در برابر افراطی‌گری و خشونت و ایستادگی بکنه در برابر اون. و مصداق اتمش هم موضوع تروریسم هست. خب در سیکام که ما در شانگهای بودیم، اونجا یکی از مسببات همین شد، همون طرح ویوی که تصویب شده بود، اونجا تأکید شد که این طرح رو همه کشورها اجرایی و عملیاتی بکنن، که خب جزو اون کشورهای سیکا همین، خیلی از این کشورهای منطقه هستن، عضو سیکا هستن، برهان 26 کشور آسیایی هستن که عضو سیکا هستن، اونا هم تأکید کردن ما راهی نداریم جز این که با تروریسم مقابله بکنیم. ما البته به عنوان جمهوری اسلامی ایران هم دوست عراقیم، هم همسایه عراقیم، و هم روابط ما با دولت عراق یک روابط بسیار نزدیک و صمیمانه ای هست. کمکی دولت عراق از ما بخواد، این کمک رو مورد رسیدگی قرار میدیم. البته تا امروز از ما درخواست کمک خاصی نشده، اما ما آمادگی کمک داریم در چارچوب قواعد بین المللی و درخواست رسمی ملت و دولت عراق. تو این چارچوب اگر از ما درخواست کمکی بشه ما کمک میکنیم. آمریکاییام ممکنه اقداماتی بخوام بکنم، من از طرح اونها بیخبرم، مطلع نیستم. اما اون چه برای ما امروز مهمه خواست ملت عراق، خواست دولت عراق، و اگر کمکی از ما بر بیاد که به ملت عراق کمک کنیم ما آمادگی داریم. منتها من خودم میخوام اطمینان بدم به مردم عزیز خودمون که ملت عراق قادر هست خودش که تروریسم رو دفع بکنه. فتوایی که مرجعیت عراق صادر کرده، حضرت آیت الله سیستانی، و گفته برای دفاع هر که میتونه باید سلاح رو در دست بگیره و از خودش و از کشورش دفاع بکنه، به نظر من فتوای بسیار مهمی هست، نظر بسیار مهمی هست. ایشون مورد احترام همه هست
به نظر من عراق میتونه مشکل رو حل بکنه. به هر حال در این حال از ما هم اگه درخواست کمکی بکنه، ما هم آمادگی داریم به ملت عراق، به دولت عراق در چارچوب قواعد بین المللی کمک کنیم. خیلی ممنونم. خبرنگار آریا جناب سید فرهاد حسینی از خبرنگاران سی بی اس و روزنامه اطلاعات هم خواهش میکنم که آماده باشند. سلام عرض میکنم جناب رئیس جمهور. تبریک خودم و همکارانم در خبرگزاری آریا رو به مناسبت میلاد امام زمان به جناب عالی و ملت ولایت مدار ایران عرض میکنم. جناب رئیس جمهور، گفته میشه که هدف گروهک تروریستی داعش تحریک ایران برای درگیری مستقیم از طریق حمله به کربلا و اماکن مقدسه و حالا نزدیک شدن به مرزهای ایران هستش. آیا این احتمال برخورد مستقیم ایران با داعش ولو با درخواست مستقیم عراق وجود داره و ایران با پشتیبانان مالی داعش مثل عربستان یا قطر صحبت‌هایی داشته که ادامه این روند رو حضرت عالی و به عنوان رئیس جمهور ایران آیا برای ایران قابل تحمل خواهد بود یا خیر؟ متشکرم. عرض کنم که این که گروهک‌های تروریستی از طرف کشورهای خارجی حمایت میشن، این خیلی روشن هست، جای تردید نیست. متاسفانه برخی از کشورهای منطقه از لحاظ مالی به اینها کمک میکنن، برخی از کشورهای منطقه از لحاظ تسلیحاتی به اینها دارن کمک میکنن. کشورهای قدرتمند دیگری هم هستند، مخصوصا غربی ها، که اونها هم دارن کمک میکنن، هم از لحاظ سیاسی کمک میکنن، هم از لحاظ تبلیغاتی به یه نحوی دارن کمک میکنن، هم از لحاظ مالی و تسلیحاتی کمک میکنن. موضوع تروریسم به نفع هیچ کس نیست، یعنی حتی اون کشورهایی که امروز دارن کمک میکنن، همین تروریسم در آینده بلای جان اونها خواهد شد. من شنیدم، البته حالا یک مقام رسمی از غرب نبود، یک مقام رسمی از غیر غرب بود، به من میگفت که اروپایی‌ها پشت پرده خیلی در تلاشن که هرچی این گروه های تروریستی هستن در همون سوریه کشته بشن، بر نگردن به کشورهای خودشون، چون دردسر بزرگی برای خودشون میشه. خب من نمیدونم این چقدر راسته. اگر راست باشه، از اون درویی ها و نفاق های بزرگ تاریخی است که یک کشوری که باید از طبعه خودش حمایت بکنه تو یه شرایطی قرار بگیره که آرزو بکنه طبعهش در یک درگیری از بین بره. حالا مقصود این که اینا دردسر برای همه خواهند بود و مشکل برای همه خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران اگر یک گروه تروریستی به مرزهای ما نزدیک بشه، حتما ما برخورد خواهیم کرد. اگه یه گروه تروریستی بخواد به مرز ما نزدیک بشه و ما احساس تهدید بکنیم نسبت به حضور اون، قطعا برخورد میکنیم با همه وسائلی که نیاز هست و لازم است. اونجا وظیفه دفاع از تمامیت ارضی خودمونه، امنیت ملی خودمونه. اما تو کشور دیگر، خب کمک کردن یک مقوله است، ورود یک مقوله است. دولت عراق از ما درخواست کمک بکنه، ما ممکنه هر کمکی که ملت عراق بخواد به اونها کمک کنیم برای مبارزه با تروریسم. اما ورود نیروهای ایرانی، این بحث تا کنون مطرح نبوده هیچ وقت که ما بخوایم که در هیچ کشوری هم ما این کار رو تا از اول جمهوری اسلامی ایران تا امروز ما این کار رو نکردیم که نیروهای ما وارد عملیات شن در یک کشور دیگر. ممکنه یه وقتی به یک کسی ما نظر مشورتی بدیم در یک مبارزه با تروریسم مثلا، ولی اینکه ما وارد شیم، بخوایم نیروهای ما وارد عملیات بشه، تا امروز نبوده و من خیلی بعید میدونم که همچون شرایطی پیش بیاد.